خوبین؟ روزتون بخیر. خب صدا تصویرین همه چی هست دیگه؟ بله. بسیار خوب، شروع میکنیم کلاسمونو با تدریس فصل یکی شیمی دهم. من اون جمعه که اومدم اونجا همتون بودین دیگه؟ بله. من برنامه کلاس رو تو طول سال میخوایم چی کار کنیم و اینا رو، خب اوکی، همه رو بهتون اون روز گفتم. با فصل یک دهم شروع میکنیم کارمون رو. خب نگاه کنید بچه ها، من میگم اگه این باشه هسته اتم، اگه این باشه هسته اتم، خدمت درس کنم که داخل هسته اتم پروتون و نوترونه. داخل هسته اتم پروتون و نوترونه. الکترون ها توی یه مسیر دایره‌ای شکل بر اساس مدل اتمی بور به دور هسته در حال چرخشن. پس پروتون و نوترون داخل هسته است و الکترون ها به دور هسته توی یه مسیر دایره شکل در حال چرخشن. الکترون یه ذره با بار منفی، الکترون یه ذره با بار منفی، پروتون ذره با بار مثبت و نوترون خنثی. و نوترون یه ذره خنثیه. پس الکترون یه ذره با بار منفی، پروتون یه ذره با بار مثبت و نوترون خنثیه. الکترون‌ها که دارن به دور هسته میچرخن، پروتون و نوترون هم داخل هسته است. خب این از این. یه تعریف اتم و مولکوله، اینو بهت بگم. ببین اتم چیه، مولکول چیه. اتم کوچکترین ذره سازنده یه عنصره. مثلا میگم اتم اکسیژن باید بگم او خالی، مثلا میگم اتم نیتروژن باید بگم ان خالی، اتم کربن سی خالی، اتم فلور اف خالی. ولی مولکول چیه؟ مولکول ساده ترین واحد سازنده یه ماده است که ویژگی اونو بیان میکنه. مثلا اتم اکسیژن رو میگم او، مولکول اکسیژن رو میگم او دو، اتم نیتروژن رو میگم ان، مولکولش رو میگم اندو. باید ببینیم توی طبیعت به چه صورت وجود داره. حالا اسلاید بعدی رو داشته باشیم. پس ذرات سازنده اتم که الکترون و پروتون و نوترون هن در حد دبیرستان، یه ذرات ریزی هن که اصطلاحا بهشون میگن ذرات زیر اتمی. اون لفظ زیر اتم هم بهتون گفتم چرا میگن. من اگه یه کلاسی اینجا باشه، من باشم به عنوان یه عضوی از این کلاس، من میشم زیر مجموعه این مجموعه. الکترون پروتون نوترون هم زیر مجموعه یه مجموعه میشن. آقا حالا زیر مجموعه یه مجموعه، پس لفظ زیر رو به کار میبرم، مجموعه زیر مجموعه، اتم و زیر اتم، لایه و جلوتر میخونیم زیر لایه. حالا پس ذرات سازنده اتم الکترون و پروتون و نوترونه. یه مطلب دیگه بگم، X نماد یه عنصر فرضی. بچه ها بالا آه، پایین زده. آ هست عدد جرمی، زد هست عدد اتمی. عدد جرمی چیه؟ عدد جرمی مجموعه پروتون و نوترونه و عدد اتمی همون تعداد پروتونه. عدد جرمی مجموعه پروتون و نوترون و عدد اتمی همون تعداد پروتونه. اتم تو حالت خنسا پروتونش با الکترونش برابره. پس میتونم به جای آی به اضافه پی به اضافه ان بنویسم ای به اضافه ان. یه مطلب دیگه، اگه بچه آ رو منهای زد کنیم، میخوایم ببینیم چی به دست میاد. به جای آ میتونم بذارم پی به اضافه ان و به جای زدم بذارم پی. اگه اینا رو از هم کم بکنم، پی با پی میره میمونه ان. پس آی منهای زد همون نوترون میشه، پایینشو پاک میکنم، آی منهای زد
میشه همون نوترون. پس آ اگه عدد جرمیه مجموعه پروتون و نوترونه، زد همون تعداد پروتونه، اتم تو حالت خونسا پروتونش با الکترونش برابره، و اگه آ رو منهای زد بکنیم میشه تعداد نوترون. حالا خدمت عرض بکنم یه عدد بالا سمت راست میتونه قرار بگیره، یه عدد پایین سمت راست میتونه قرار بگیره. عددی که بالا سمت راست قرار میگیره بار اون ذره است، عددی که پایین سمت راست قرار میگیره تعداده. مثلا میگم O2 مثبت، اون مثبت بارشه، اون دوه تعدادشه. پس عددی که سمت چپ قرار میگیره به ترتیب از بالا به پایین عدد جرمی و عدد اتمیه، عدد جرمی مجموعه پروتون و نوترونه، عدد اتمی همون تعداد پروتونه، عددی که سمت راست بالا قرار میگیره باره، عددی که سمت راست پایین قرار میگیره تعداده. عدد جرمی هست مجموعه پروتون و نوترون، عدد اتمی هست همون تعداد پروتون. اتم تو حالت خونسا الکترونش با پروتونش برابره، نوترون هم میشه آه منهای زد. حالا اگه ذره اینجا رو گوش کن، باردار باشه، یا بارش مثبته یا بارش منفیه. اگه بارش مثبت باشه یعنی کاتیونه، کاتیون ها به تعداد بار مثبت الکترون از دست میدن، کاتیون ها به تعداد بار مثبت الکترون از دست میدن، و آنیون ها به تعداد بار منفی الکترون میگیرن. پس کاتیون ها به تعداد بار مثبت الکترون از دست میدن و آنیون ها به تعداد بار منفی الکترون میگیرن. تا اینجا همه اوکی هن؟ بله. خب یه چیزی بگم، سه تا نکته نوشتم. نکته اول این که تنها اتمی که نوترون نداره هیدروژن یکیه. که بچه هیدروژن یکیه پروتونش که یه دونه است، الکترونش هم یه دونه است، ولی نوترونش میشه آ منهای زد، میشه یک منهای یک صفر. تنها ذره‌ای که نوترون نداره، تنها ذره‌ای که نوترون نداره هیدروژن یکیه. این از این مطلب. مطلب دوم، اگه ذره‌ای باردار باشه، بار فقط و فقط و فقط و فقط به الکترون برمیگرده، یعنی پروتون و نوترون هیچ تغییری نمی‌کنن. اگه ذره چه بارش مثبت باشه چه بارش منفی باشه، فقط الکترونه که تغییر می‌کنه. بارش مثبت باشه الکترون از دست میده، بارش منفی باشه الکترون میگیره. پروتون و نوترون هیچ تغییری نمی کنن. این هم نکته دوم بود. نکته سوم، تفاوت اتم های عناصر مختلف تو تعداد پروتون هاشونه. پروتون مثل اثر انگشت میمونه، همون عدد اتمی مثل اثر انگشت میمونه. هر عنصری عدد اتمیش خاص خود اون عنصره. بریم اسلاید بعدی. عدد اتمی، آقا عدد اتمی چیه؟ عدد جرمی چیه؟ عدد اتمی به تعداد پروتون های هر عنصر بستگی داره. با زد نشون میدادیم. عدد جرمی هم مجموع پروتون نوترون که تو اسلاید قبلی کامل گفتیم، این ایکس آزد هم که کامل گفتیم، آنیون و کاتیون هم گفتیم. کاتیون ها به تعداد بار مثبت الکترون از دست میدن و آنیون ها به تعداد بار منفی الکترون میگیرن. حالا یه مثال با عمل بکنیم. گفته جدول زیر رو کامل کنید. O16H2-. آقا اول اکسیژن، عدد اتمیش 8ه، پس 100% پروتونش هم 8ه. آقا الکترونش رو چجوری حساب بکنیم؟ چون این ذره دوباره منفیه، یعنی دو تا الکترون گرفته. 8 دو تا الکترون بگیره میشه 10، پس تعداد الکترونش 10 است. تعداد نوترون چجوری حساب کنم؟ بالایی رو از پایینی کم میکنم،
16 منهای 8 میشه 8. حل تا اینجا؟ یکی دیگه CR 52 24 دو مثبت. آقا این 24 عدد اتمی شه، عدد اتمی همون تعداد پروتونه. بچه ها بارش مثبته، دو تا الکترون از دست میده، 24 دو تا از دست بده میشه چقدر؟ آری کلا تعداد الکترونش 22 تاست. نوترون بالاییر از پایینی کم میکنیم، 52 منهای 24 تعداد نوترونش میشه 28. تعداد نوترونش میشه 28. پس اگه بالاییر از پایینی کم بکنیم میشه نوترون به تعداد بار مثبت الکترون از دست میده و به تعداد بار منفی الکترون میگیره. حالا CR2 هفت دو منفی. خانم ها قشنگ اینو دقت بکنید. اولا که CR2 هفت دو منفی اگه ازم یکی بپرسه این شامله چند تا عنصر یا چند تا اتمه، ببینم باید چی بگم. وقتی که میپرسه شامل چند تا عنصره، باید ببینی نوعش چند تاست. آقا CR2 هفت دو منفی کرومه و اکسیژن دو نوعه، پس نوعش دو تاست. آقا اتم اگه بپرسه چی؟ باید ببینیم تعداد کلش چند تاست. دو تا کرومه، هفت اکسیژن، تعداد کلش نه تاست. دو تا کروم، هفت اکسیژن، تعداد کلش نه تاست. اگه ازم بپرسه این ترکیب چند تاییه، میگم دو تاییه. تایی بودن یعنی چند عنصری بودن. CR2 و هفت دو منفی دو تاییه. کلمه تایی آورد یعنی چند عنصریه. مثلا میگم N2O5 دو تاییه. مثلا میگم H3PO4 هیدروژن داره، فسفر داره، اکسیژن، سه تاییه. ولی اگه بپرسه چند تا اتم داره، باید ببینم تعداد کلش چند تاست. CR2 و هفت تعداد کلش 9 تاست و دو تا هم عنصر داره. حالا تعداد پروتون میخوام حساب بکنم توی CR2 و هفت دو منفی. آقا تعداد پروتون چجوری حساب میکنیم؟ میگم CR2 و هفت شامل دو تا کروم و هفت تا اکسیژنه. هر کرومش چند تا پروتون داره؟ حساب کردیم 24 تا. پس میشه دو تا 24 تا بابت کرومش. هفت تا هم اکسیژن داره، هر اکسیژن چند تا پروتون داره؟ حساب کردیم 8 تا. پس میشه 7 تا 8 تا. حالا اینو باید حساب بکنیم. 7 8 تا 56 تا، 2 تا 24 تا 48 تا. این دوتا رو با هم جمع بزنیم میشه 104 تا. پس تعداد پروتونش رو حساب کردم 104. پس اگه تعداد ذرات زیر اتمی توی یه ترکیب خواست حساب بشه، باید ببینیم از چیا تشکیل شده. CR2 و 7 دو تا کروم، 7 اکسیژن. حالا دو تا کرومه، هر کروم 24 تا پروتون داره، میشه دو تا 24 تا. و هر اکسیژن 8 تا پروتون داره، میشه 7 تا 8 تا. اینا رو با هم جمع کردم شد 104. آقا بار این گونه منفی 2. وقتی که میگم بارش منفی 2، این منفی 2 مال عنصری نیستا، مال کل این مجموعه CR2 و 7. آقا 104 تا پروتون داره، بارش دو منفیه، یعنی دو تا میگیره. 104 دو تا بگیره میشه 106. 104 دو تا میگیره میشه 106. 106 میشه تعداد الکترونش. باریکلا حنان حسینی. آقا تعداد نوترونش رو حساب بکنیم چی؟ هر کرم چند تا نوترون داره؟ حساب کردم 28 تا، میشه 2 تا 28 تا بابت کرم. هر اکسیژنم 8 تا نوترون داره، حساب شده اینجا میشه 7 تا 8 تا هم
بابت اکسیژنش 7-8 تا میشه 56 تا، 2 تا 28 تا هم 56 تا، 2 تا 56 تا هم میشه 112 تا. این میشه تعداد نوترون توی CR2 هفته 2 منفی. همه یاد گرفتین قشنگ؟ ایول ایول. بریم اسلاید بعدی. اگه میخواین اسکرین شات بگیرید بگیرید، یا اینکه میخواین بنویسین بنویسین. فقط اینکه ضبط میشه کلاس برای بچه ها. خب خیلی خوبه، کلاس براتون ضبط هم میشه. خب بریم اسلاید بعدی. سوال 2، قشنگ گوش کن، یه چند تا من حل بکنم بعد بهت وقت میدم تو حل کنی. میگه توی یونه x 127 و منفی تفاوت تعداد الکترون و نوترون برابر 21. آقا 100% الکترون و نوترون تفاوتش 21، n منهایی میذارم دیگه، نمیتونه که الکترون 21 از نوترون بیشتر بشه. نوترون به جز هیدروژن 1-1، نوترون همیشه از پروتون بیشتره، ولی الکترون و نوترون رو باید شک بکنیم. اگه اختلافش 1-2-3 بود ممکنه نوترون بیشتر باشه، ممکنه الکترون بیشتر باشه. در غیر این صورت 100% نوترون بیشتره. اختلافشون گفته 21، 100% نوترون بیشتر. حالا اختلاف نوترون و الکترون 21ه. آقا عدد اتمیش هم من نمیدونم، جاش میذارم پی. فرض میکنم عدد اتمیش پیه. حالا نگاه کن، قبول داری به جای الکترونش میتونم بذارم پی به علاوه 2؟ چون ذرم دوباره منفیه، یعنی دوتا گرفته، پس تعداد الکترونش میشه پی به علاوه 2. درسته خانوما؟ حالا منفی رو تأثیر بدم تو پی به علاوه 2، میشه n منهای پی، منهای 2 میشه 21. از اینجا n منهای پی میشه 23. اختلاف نوترون و پروتون 23 است. از طرفی عدد جرمیش گفته 127، یعنی مجموع نوترون و پروتونش 127. یه دستگاه ایجاد شد، دو معادله دو مجهول. این دوتا رو با هم جمع میکنم، پی با منهای پی میره، جمع بکنم 2n میشه 150، n میشه 75. پس تعداد نوترونشو به دست آوردم 75. حالا توی یک کدوم از اینا جایگذاری میکنم، توی پایینیه 75 به اضافه پی میشه 127. از اینجا پی میشه 127 منهای 75 میشه 52 تا. 52 تا هم پروتونش میشه. 127 خوشگل بنویسیم. پروتونش میشه 52 تا و الکترونشون دوباره منفیه، 2 تا اضافه میشه، میشه 54 تا. بله خب خانم مابینا رحیمی میگه چرا پی منهای 2 شد؟ مابینا بابا جان مگه دوباره منفی نیست؟ خب یعنی دو تا الکترون گرفته میشه پی به علاوه 2، و چون پشتش یه منفیه به جای الکترون گذاشتم پی به اضافه 2. منفی تو جفتش تاثیر داره دیگه، میشه ان منهای پی منهای 2. گرفتی بابا جان؟ اللهم صل علی محمد و آل محمد. این چتا رفت، یه لحظه صبر کنید. آها بله 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 بله
خب بچه ها یه روش دوم هم واسه این من بهتون میگم، حالشو ببرید. روش دوم چیه؟ خانم ها قشنگ نگاه کنید، اگه یکی به من میگه اختلاف نوترون و پروتون رو حساب کن، من میگم نوترون همون آی منهای زده، پروتون هم همون زده، این دوتا رو از هم کم بکنیم میشه آی منهای دو زد. اختلاف نوترون و پروتون میشه آی منهای دو زد. اثباتش هم وسط نوشتم ولی حالا مهم نیست. میتونم یه چیز دیگه هم بگم، آی منهای دو زد برابر با اختلاف نوترون و الکترون منهای بار هم میتونه باشه. آقا دلیلت چیه؟ اثباتش البته مهم نیست ولی من همیشه اثبات میکنم همیچی رو. نوترون رو جاش میذارم آی منهای زد، الکترون هم میشه پی منهای بار. منفی تو جفت اینا تأثیر بذاره میشه منهای زد به اضافه بار منهای بار، بار با منهای بار میره میشه باز آی منهای دو زد. خلاصه کلام، آی منهای دو زد یاد بگیرید، آی منهای دو زد این چی شد؟ آی منهای دو زد بچه ها یاد بگیرید اختلاف نوترون و پروتونه و اختلاف نوترون الکترون منهای باره. فقط علامت بار رو تو این حتما حواست باشه مشخص کنی. حالا نگاه کن، به جای آ میذارم 127، منهای دو زد مساویه با اختلاف نوترون الکترون 21 منهای منهای دو میشه به اضافه دو میشه 23 تا. از اینجا دو زد میشه 23 رو از 127 کم بکنم 104، زد میشه 52. خوبی روش اینه که دیگه دو معادله دو مجهول نمی نویسی، زرتی به جواب میرسی. پس زدش 52ه، پروتونش 52ه، الکترونش 54ه، نوترونش هم 127ه، منهای 52 که میشه 75. همه گرفتن داستانو؟ این فرمولری که هایلایت دارم میکنم از همه چی تا الان مهمتر بود. کنکور 99، کنکور 1400 تو جفتش سوال بود، تو جفتش سوال بود. یعنی ببین با این فرموله راحت تر میتونستی حل بکنی. اختلاف نوترون و پروتون، با مشکی پردنگش کنم، اختلاف نوترون و پروتون میشه آی منهای زد، آی منهای دو زد میشه ان منهای بی، ای منهای بار. استاد فرموله دوباره میگین لطفاً. ان منهای پی نوشته شده دیگه، میشه آی منهای دو زد میشه ان منهای ای منهای بار. اوکی ساغر، توضیحشو، اثباتش مهم نیست، من اینو اثبات کردم دیگه، اینجا جا نداره. به جای نوترون گذاشتم آی منهای زد، به جای پروتون هم گذاشتم زد، آی منهای زد منهای زد شد آی منهای دو زد. تو سوالایی که اختلاف میده از این استفاده کن، تو سوالایی که اختلاف میده از این حساب کن استفاده کن. حله؟ بریم اسلاید بعدی. سوال سه هم من حل بکنم، از سوال چهار بعد وقت میدم شما هم فکر کنید. میگه دو تا ذره داریم، ایکس سه بار منفی و ایگرگ دوباره منفی، تعداد الکترون و نوترون برابر دارن. اولا که میگم ایگرگ رو میگیرم عدد جرمیشو آ، عدد اتمیشو زد، ایکس هم میگیرم عدد جرمیش که 31، عدد اتمیش زد پریم. سوال گفته عدد جرمی ایگرگ چیه؟ آقا نگاه کن، مگه سوال نمیگه الکترونشون برابره و نوترونشون هم برابره؟ وقتی که الکترونشون برابره میتونم بنویسم. چی بنویسم؟ توی ایگرگ چون دوباره منفیه، یعنی دو تا الکترون میگیره میشه زد به علاوه دو. توی ایکس چون سه بار منفیه، یعنی سه تا میگیره میشه زد پریم به علاوه سه. تعداد الکترونشون برابره،
توی ایگرگ میشه زد به علاوه دو، توی ایکس میشه زد پریم به علاوه سه. بله. حالا توی نوترون چی؟ توی نوترون میخوام حساب بکنم، قشنگ حواسا به من، بالای منهای پایینیه. توی ایگرگ نوترون میشه آی منهای زد، توی ایکس نوترون میشه سی و یک منهای زد پریم. دو تا رابطه نوشتم. سوال عدد جرمی ایگرگ رو میخواد، یعنی آ. من میگم آ میشه سی و یک منهای زد پریم، زد رو ببرم اونور، منهای زد بر اونور میشه مثبت زد. آ میشه سی و یک منهای زد پریم به اضافه زد. حالا آقا از اینجا میگم زد پریم رو ببرم اونور میشه منهای زد پریم به علاوه زد، دورم بیارم اینور سه منهای دو میشه یک. یعنی منهای زد پریم به علاوه زد شده یک، منهای زد پریم به علاوه زد شده یک. آ میشه سی و یک با یک میشه سی و دو، جای این میذارم یک، سی و یک با این یکه میشه سی و دو. عدد جرمیشو حساب کردم سی و دو. ولی یه روش باحال بهت بگم، هر وقت دو تا گونه تعداد الکترون برابر داشتن، الان اینجایی که ما هستیم الکتروناشون برابره، یکی دو تا میگیره یکی سه تا میگیره، الکتروناشون برابر میشه، پس اختلاف پروتوناشون یه واحده. یکی دو تا میگیره یکی سه تا میگیره، الکتروناشون برابر میشه، پس اختلاف پروتوناشون یکه. چون اختلاف پروتوناشون یکه و نوتروناشون هم برابره، میگم اختلاف عدد جرمیاشون هم یکه. اگه این عدد جرمی 31ه، این 100% 32ه. آقا چرا حالا یه دونه بیشتر گرفتی؟ چون بارش یه دونه بیشتره. اون بارش منفی 3، اون بارش منفی 2ه. ایگرگ چون بارش بیشتره، عدد جرمیش هم یکی بیشتره. حالا نکتهشو بنویسم واسهت. دو تا نکته واسهت بنویسم. نکته یک، هرگاه دو گونه تعداد الکترون برابر داشت، اختلاف بارها با اختلاف زدها برابره. هرگاه دو گونه الکترون برابر داشت، اختلاف بارها همون اختلاف زد هاست. این یه نکته. نکته دوم، هرگاه دو گونه هم تعداد الکترون برابر و هم تعداد نوترون برابر داشت، بچه ها هم الکترونش برابر باشه هم نوترونش برابر باشه، هم الکترونش هم نوترونش، میتونم بگم اختلاف بارها برابر با اختلاف زدها برابر با اختلاف آها، اختلاف زد، اختلاف آ و اختلاف بار با هم برابره. همین کنکور 1400 که برگزار شد، حالا سوالش رو با هم حل میکنیم، تو جزمون هست جلوتر. همین کنکوری برگزار شده بود، یه سوال داشت که یکی از گزینه‌هاش این بود، سوال خارج از کشور مال رشته تجربی ها، دقیقا سال 236 گفته بود که چند مورد از مطالب زیر درسته. گزینه اولش این بود، در دو یون آی منفی و بی سه مثبت اختلاف عدد اتمی ها برابر 4 است اگر تعداد الکترون ها با هم برابر باشد.
تو میگفتی الکترون ها چون برابره اختلاف بارها شاره، پس 100% اختلاف عدد اتمی هاشون هم چهاره. بله پس اگه الکترون هاشون برابر باشه اختلاف عدد اتمی هاشون یکیه، اگه هم الکترونش برابر باشه هم نوترونش برابر باشه اختلاف عدد اتمی هاشون با اختلاف عدد جرمی هاشون با اختلاف بارهاشون با هم برابر. حله؟ ببین من جزوه ما هر سال آپدیت میکنم، هر سال خودم هم درستش میکنم. این تستی که الان میبینی کاری هم نداره درست کردن جزوه، یه دقیقه اینو اسکن میکنی میذاری اینجا. این تست چهاری که میبینی آزمون اول گزینه دو پارساله. بسم الله ببینیم کی میتونه حل بکنه. سال ست آسون بجام، هر کی به جواب رسید بگه. گزینه بده. من آقا چیز شدم. باریکالله خانم عبداللهی، باریکالله باریکالله. وایس بچه ها رو هم میتونی باز کنی؟ نه همشون باز. خانم عبداللهی بیا بالا ببینیم چجوری صحبت کن، ببینیم چجوری حل کردی. عبداللهی خانم صادقی هم درست حل کرده. خانم آرزو عبداللهی سلام داری؟ بله بله سلام. چی شو؟ الو صداتونو دارم خانم عبداللهی بفرمایید. خب اشکال نداره بذار خودم حل میکنم. سوال عدد جرمیون نبوده جان؟ چیو؟ خب بابا جان ولش کن الان بذار خودم حل. میگه در تیسی 9943 نسبت نوترون به الکترون. آقا نسبت نوترون به الکترون، نوترون میشه بالای منهای پایینی، یعنی 99 منهای 43 میشه 56 الکترون. چون سه بار مثبته. خانم عبداللهی صدات نمیاد، گفتم بذار خودم حل کنم دیگه. چون سه بار مثبته یعنی سه تا الکترون از دست میده. آقا سه تا از دست بده 43، سه تا از دست بده میشه 40 تا. حالا اینو تقسیم بکنیم به هم، به 8 میخوره، 56 به 8 میشه 7، 40 هم به 8 میشه 5، این میشه 7/5. گفته این نسبت چند برابره نسبت نوترون به پروتون توی LI 7. LI 7 نسبت نوترون به پروتون، نوترونش 7 منهای 3 4، پروتونش هم 3 میشه 4/3. حالا اینا رو به هم تقسیم میکنیم، 7/5 به 4/3. دور در دور، نزدیک در نزدیک، 7 تا 21 4 5 تا هم 20 تا میشه 21/5.
به خاطر اینکه راحت تقسیم بشه بالا پایین رو ضرب به 5 میکنیم. بالا میشه 105، پایین هم میشه 100. 105 صدم یعنی گزینه 4. 1 و 5 صدم. بله همه یاد گرفتین دیگه. بله ایول ایول. خب بریم اسلاید بعدی، تست بعدی. برم بعدی خانوما، نوشتین؟ چون پرشده جزم براشون میذارین؟ اگه بخواین من دارم حالا. همین الان یالم بندازید فقط. تست 5. ببینیم کی از دوستان میتونه حل بکنه. خانم رحیمی نه نه دو نمیشه. میگه در ایون تک اتمی فلان اختلاف الکترون ها و نوترون ها 11. من یه فرمول بهت یاد دادم، آی منهای دو زد میشه اختلاف نوترون و الکترون منهای بار. سوال گفته شمار الکترون های این یونه با مجموع ذرات تو کدوم یکی از اینا برابره. اول برم تعداد الکترون تو این یونه رو حساب کنم، اختلاف نوترون الکترون منهای بار بشه میشه آی منهای دو زد. این فرمول رو هم بهت گفتم که دو ساعت دو معادله دو مجهول ننویسی سوال حل کنی. حالا نگاه کن، به جای آ میذارم 70 منهای 2z میشه اختلاف نوترون الکترون 11 منهای بار منهای 3. 11 منهای 3 میشه 8. از اینجا 2z میشه 62، z میشه 31. آقا عدد اتمیم شد 31. حالا تعداد الکترون رو میخوام حساب کنم، چون 3 مثبته 3 تا از دست میده، 3 تا از دست بده میشه 28. تعداد الکترون تو این یون شد 28. حالا میخوام ببینم کدوم یکی از این گزینه ها مجموعه، باریکلا عبداللهی، مجموع ذراتش 28. بچه یاد بگیرید جمع ذرات یعنی مجموع الکترون و پروتون و نوترون هست آی به اضافه زد. آقا از کجا میگی؟ از کجا میگی؟ من پروتون و نوترون رو فرض میکنم آ، الکترونم فرض میکنم زد، پس جمع الکترون پروتون نوترون میشه آی به اضافه زد. جمع الکترون پروتون نوترون میشه آی به اضافه زد. بله یعنی آ رو با زد جمع بکنم میشه جمع کل ذرات. آی منهای زد میشه نوترون، آی منهای دو زد میشه اختلاف نوترون پروتون یا اختلاف نوترون الکترون منهای بار. حالا نگاه کن جمع ذرات توی هیدروژن 718 نمیشه، توی گزینه 2 نئون 21 با 10 31 بازم 28 نمیشه، گزینه 3 11 با 5 که میشه 16 بازم نمیشه، گزینه 4 19 و 9 میشه 28. جواب من گزینه 4. همه گرفتن داستانا دیگه؟ بله. یه بار سری با هم دوره کنیم، سری دوره کنیم. عنصر فرضی X بالا آ پایین زد، آ عدد جرمی، زد عدد اتمی،
عدد جرمی مجموع پروتون و نوترون، عدد اتمی همون تعداد پروتون. اتم تو حالت خنسا الکترونش با پروتونش برابره. اگه ذره باردار باشه بارش یا مثبت یا منفی. اگه بارش مثبت باشه کاتیونه. کاتیون ها به تعداد بار مثبت الکترون از دست میدن، آنیون ها به تعداد بار منفی الکترون میگیرن. بهت یاد دادم نوترون میشه آیمن های زد، جمع کل ذرات. تو حالت خنسا الکترون پروتون نوترون میشه آه به علاوه زد، و آه منهای دو زدم میشه اختلاف نوترون و پروتون یا اختلاف نوترون و الکترون منهای بار. عددی که سمت راست یه عنصر قرار میگیره اگه بالا سمت راست باشه میشه بار، پایین سمت راست باشه میشه تعداد، که شما بهش میگفتین زیروند یا همون اندیس. بله ایوار، تست 6 نوبت شما هست. بسم الله. هر کی به جواب رسید بگه تست 6. فسفر پی 31 15، کربنم 30 12 6. البته تو خودمون نماد شیمیایی پی او 4 سه منفی یعنی فسفات 15 رو نوشته، 33 دو منفی یعنی کربنات 6 رو نوشته. این تست 6 هم سوال آزمون ماز پارساله. من شماره هاش از لرنیتو گرفتم، اینا شو اسکن فونتش یکم فرق کنه. دیدین چی شد؟ بجام خانم، بجام. نوترون ایون پی او 4 سه منفی به الکترون ایون 33 دو منفی چیه؟ خانم عبداللهی خیلی انگار ماشاءالله اکتیو و درست میگم؟ الان شاگرد اول اینجا خانم عبداللهی، همشون شاگرد اول. خب سارا نامدار شاید آخری؟ NBB آقا یعنی چی آقا؟ آها خب سوال 6 حل میکنم، گوش کن. میگه که نسبت شمار نوترون ها در ایون پی او 4 سه منفی. آقا پی او 4 سه منفی از چی تشکیل شده؟ یه دونه فسفر 4 تا اکسیژن، یه دونه فسفر 4 تا اکسیژن. توی فسفر تعداد نوترون رو حساب کنیم. توی فسفر، فسفر این گوشه سمت چپ پی 31 15، اگه بخوام تعداد نوترون رو حساب بکنم
31 رو باید از 15 کم بکنم. 31 منهای 15 میشه 16. این میشه تعداد نوترونم. توی اکسیژن، اکسیژن میدونم سمت چپ نوشه 16 8. تعداد نوترون حساب کنم میشه 16 منهای 8 میشه 8. فقط 4 تا 8 تا. چرا 4 تا 8 تا؟ چون پی او 4 4 تا اکسیژن داره. میشه 4 تا 8 تا. 4 8 تا میشه 32 تا با 16 تا میشه 48 تا. من تعداد نوترون رو توی پی او 4 سه منفی حساب کردم شد 48. حالا تعداد الکترون رو توی 33 دو منفی حساب میکنم. آقا 33 دو منفی، کربن چند تا الکترون داره؟ کربن 6 تا الکترون داره. اکسیژن هم 8 تا الکترون داره، میشه 3 تا 8 تا. چون بارش دو منفیه باید دو تا بهش اضافه کنم. چون بارش دو منفیه باید دو تا بهش اضافه کنم. حالا 8 تا 24 تا و 6 تا 30 تا با 2 تا 32 تا. سوال نسبت 48 به 32 رو میخواد. 48 و 32 رو بیایم به 8 ساده کنیم. به 8 48 میشه 6، 32 هم میشه 4. 6 4م هم 3 دومه، یعنی گزینه 1. حله؟ همه یاد گرفتین؟ خفن یا نه؟ هرچی نکته، ایول، هرچی نکته الکترون پروتون نوترون ذرات زیر اتمی عدد اتمی عدد جرمی داشت بهت گفتم، هرچی داشت بهت گفتم. بریم مطلب بعدی، تعریف ایزوتوپ. آقا نگاه کن، ما مثال ایزوتوپ رو بهت یاد میدم. میگم CL دو مدل داریم، یکی CL 3517، یکی CL 3717، یکی CL 3517، یکی CL 3717. اینا عدد اتمیاشون یکسانه ولی عدد جرمیاشون فرق میکنه. آقا تعداد پروتونش 17 تاست، CL 3517، که با الکترونش برابره. توی CL 3517 هم همینطور. ولی اگه بخوام تعداد نوترون رو حساب کنم باید بالایی رو منهای پایینی کنم. 35 منهای 17 میشه 18، 37 منهای 17 میشه 20. پس تعداد نوترون توی یکی 18 تاست، توی یکی 20 تاست. تعداد نوترون توی یکی 18 تاست، توی یکی 20 تاست. تعداد نوترون تو اینا فرق میکنه، پس هسته هاشون فرق میکنن، هسته هاشون متفاوتن. یکی 18 تا نوترون داره، یکی 20 تا نوترون داره. چون هسته هاشون متفاوته جرماشون هم فرق میکنه. جرم CL 37 نسبت به CL 35 دو تا بیشتره، به اندازه دو تا نوترون بیشتره. هر نوترون هم حالا جلوتر میخونیم حدوداً 1 AMUه، یعنی 2 AMU بیشتره. حالا ایزوتوپ چیه؟ ایزوتوپ اتم‌های مختلف از یه عنصرن، هر دو اینا کلورن دیگه، که عدد اتمیشون یکسان و عدد جرمیشون فرق میکنه. به اینا میگن ایزوتوپ. اتم‌های مختلف از یه عنصر که عدد اتمی یکسان و عدد جرمی متفاوت دارن. عدد اتمی یکسان، عدد جرمی متفاوت، به اینا اصطلاحا میگن ایزوتوپ. بچه ها ایزوتوپ ها هم مکانن. لفظ فارسی ایزوتوپ رو بهش میگیم هم مکان. آقا چرا میگیم هم مکان؟ چون دقیقاً یه خونه جدول اشغال میشن. اونجایی که کلور 35 دقیقاً همون جاییه که کلور 37. پس اینا هم مکانن.
جاهاشون یکیه. بله، نوشتن بررسی ها نشون میده که اغلب توی نمونه طبیعی از عنصر معین اتم های سازنده جرم یکسانی ندارن. آقا این جمله کتابه؟ من برات اینجا نوشتم اغلب جرم یکسانی ندارن. این جمله رو بخوایم برعکس کنیم، منفی کنیم، چی میشه؟ اغلب جرم یکسانی ندارند. پس میتونم بگم برخی جرم یکسانی دارند. وقتی که جرم یکسانی دارن یعنی ایزوتوپ ندارن. وقتی جرم یکسانی دارن یعنی ایزوتوپ ندارن. ایزوتوپ تو طبیعت ساختگی که میشه درست کرد، مثلا فلور یا عالم ایزوتوپ ساختگی داره، ولی تو طبیعت اصلا ایزوتوپی نداره. تو طبیعت فلور همیشه 19 آها. پس اغلب عناصر جرم یکسانی ندارن، پس ایزوتوپ دارن، ولی برخیشون جرم یکسانی دارن یعنی ایزوتوپ ندارن. چی شد؟ آه، حالا پس اینجا نوشتم دیگه، ایزوتوپ های یک عنصر، عدد اتمی یکسان، عدد جرمی متفاوت، تفاوتشون هم تفاوت تو تعداد نوترون هاشونه. تفاوت تو تعداد نوترون هاشونه. بریم اسلاید بعدی. نرفت اینجا. جان یه دقیقه بچه ها، آیا حسنی میگن آنتراک. الان صدا قطع شد. خب صدا دارید؟ بچه ها ایزوتوپ رو یاد گرفتین دیگه. ایزوتوپ اتم های از یه عنصرن، عدد اتمی یکسان، عدد جرمی متفاوته، اختلافشون تعداد نوترون هاشونه، پروتون ها و الکترون هاشون برابره و مطالبی که گفتیم. حالا ایزوتوپ ها، گوش کن، ایزوتوپ ها یه سری چیزایی دارن با هم دیگه برابره، یه سری چیزایی دارن با هم دیگه متفاوت. مثلا خواص شیمیاییشون یکسانه، ولی خواص فیزیکی وابسته به جرمشون متفاوته. چون جرماشون متفاوته، خواص فیزیکی وابسته به جرمشون هم متفاوته. چون ایزوتوپ ها جرماشون متفاوته، خواص فیزیکی وابسته به جرمشون هم متفاوته. آقا خواص فیزیکی وابسته به جرم مثلا چگالی، مثل نقطه ذوب و جوش، تو ایزوتوپا فرق میکنه. فراوانی ایزوتوپای عنصر تو طبیعت فرق میکنه، متفاوته. اونی که فراوانیش بیشتره یعنی ماندگاریش تو طبیعت بیشتر بوده که فراوانتره، پایدارتره. پس هرچی فراوانیش بیشتر باشه ماندگاریش بیشتره، پایداریش بیشتره. هرچی فراوانیش کمتر باشه پایداریش کمتره، ماندگاریش کمتره. اصطلاحاً جلوتر میخونیم نیمه عمر. هرچی فراوانتر باشه نیمه عمرش هم بیشتره. پس ایزوتوپ ها یه سری موارد دارن شبیه همن،
یه سری موارد دارن متفاوت از هم. بله، حالا اینجا نوشتم خواص شیمیاییشون چون به عدد اتمیشون وابسته است. بچه ها خواص شیمیاییشون به عدد اتمیشون وابسته است، پس خواص شیمیاییشون یکسانه. آقا تعداد الکترون یکی دارن، آرایش الکترونیشون یکیه. خب اگه آرایش الکترونیشون یکیه، پس هر چیزی که راجع به الکترون باشه توی ایزوتوپا برابره، مثل طیف نشی خطی. طیف نشی خطی الکترون ها یکسانه. حالا جلوتر با هم دیگه میخونیم. هر عنصری طیف نشی خطی خاص خودشو داره، ایزوتوپاش متفاوت از هم نیست، ایزوتوپاش هم طیف نشی خطی یکسان دارن. بله، خب اینجا نوشتم خواص فیزیکی وابسته به جنسشون هم که متفاوته. بریم اسلاید بعدی. آقا ایزوتوپایی که توی کتاب درسی مطرح شده باید عدد اتمیاشون، عدد جرمیاشون، درصد فراوانیشون و همه این موارد رو بدونیم و حفظ باشیم. اینکه بدونیم منیزیم 3 تا ایزوتوپ داره، منیزیم 24، 25، 26. منیزیم 3 تا ایزوتوپ داره، منیزیم 24، 25، 26. آقا عدد اتمیاشون یکیه ولی عدد جرمیایی که درش خط کشیدن متفاوته، پس نوترون هاشون متفاوته چون عدد اتمیاشون یکیه، پروتوناشون یکیه، الکتروناشون یکیه ولی نوتروناشون فرق میکنه. Mg24 12، نوترونش میشه 12، 24 منهای 12 میشه 12. Mg25 12، 25 منهای 12 13. Mg26 12، 26 منهای 12 14. نوتروناشون با هم فرق میکنه. درصد فراوانیشون هم تو طبیعت فرق میکنه. Mg24 79 درصد منیزیم هایی که تو طبیعت حدودن، Mg26 11 درصد و Mg25 10 درصد. اینم شد ترتیب فراوانیشون، 24 25 26 ترتیب فراوانیشون. 24 79 درصد، 26 11 درصد، 25 10 درصد. اون 24 که فراوانیش بیشتره، پایداریش بیشتره، نیمه عمرش بیشتره، ماندگارتره، ولی اون 25 فراوانیش کمتره، نیمه عمرش کمتره، ماندگاریش کمتره، پایداریش کمتره. بله، خب میگم بله. از این بعد میخوان فقط یه دونه مثبت بذارید که حالا اذیت نشید بنویسید. بله آقا تست یک نوبت شما هست، ببینم چیکار میکنی، ببینم چیکار میکنی. بجام باریکلا ما بینا، باریکلا ساغرم، باریکلا خانم فاطمه نوید، باریکلا. باریکلا، عالی عالی عالی. آقا خیلی حال میده کلاستون. گوش کن، گفته کدوم گزینه به درستی بیان شده. میگه اگه تعداد الکترون های یون آی مثبت و بی سه منفی برابر باشه، اختلاف عدد اتمیشون 3. بچه ها مگه نمیگه الکترون هاشون برابره؟ وقتی که میگه الکترون هاشون برابره، اختلاف بارها همون اختلاف زد هاست، اختلاف بارها همون اختلاف زد هاست. آقا بارش اختلافش چقدره؟ 4. پس اختلاف عدد اتمیشون هم 4.
پس گزینه یکش غلط. سوال گفته کدوم گزینه درسته. 100% گزینه یکش غلطه. چون اختلاف بارها 4 تاست، اختلاف زتاش هم 4 تاست. گزینه 2، در کاتیون هاش جی 2 دو مثبت. آقا اینجا رو خیلی گوش کن، وقتی که میگه هاش جی 2 دو مثبت یعنی دو تا جیوه ها. هاش جی 2 دو مثبت تعداد کل الکترون ها 158. آقا الکترون رو بخوام تو این حساب بکنیم، جیوه 80 تاست، میشه 2 تا 80 تا. چون دو مثبته 2 تا کم میکنم، چون دو مثبته 2 تا کم میکنم، 2 تا 80 تا، 160 منهای 2 میشه 158. اینجا هم گفته 158، پس گزینه 2 یه گزینه کاملا درستیه. گزینه 3، عدد جرمی اتم آ با 9 تا پروتون، 9 تا الکترون و 10 تا نوترون. آقا عدد جرمی بخوام حساب بکنم اصلا ربطی به الکترون نداره، مجموع پروتون نوترونه، پروتون نوترون رو جمع میکنم میشه 9 به علاوه 10 میشه 19. گفته متفاوت با اتم B، 10 تا پروتون، الکترون ربطی نداره عدد جرمی، 9 تا نوترون. حالا 10 به اضافه 9 هم میشه 19. بچه ها عدد جرمی هر دو شد 19، عدد جرمی هاشون یکسانه. این گفته متفاوت، پس گزینه 3 غلط. گزینه 4، دو تا گونه فلان و فلان ایزوتوپ همن. بچه در صورت ایزوتوپ هم که عددتون میشون یکسان باشه، اینا عددتون میشون یکسان نیست، پس اینا ایزوتوپ هم نیستن، پس اینم غلط. در صورتی عدد اتمی هن، در صورتی ایزوتوپ هن که عدد اتمی هاشون یکی باشه، اینا که عدد اتمی هاشون یکی نیست. بله همه یاد گرفتین؟ خب بریم اسلاید بعدی. نوشتم خواص شیمیایی. بچه‌ها ایزوتوپا خواص شیمیاییشون یکسان بود، خواص فیزیکی وابسته به جرمشون متفاوت بود. تفاوت ایزوتوپا چیه؟ عدد جرمیشون، جرم اتمی متفاوتشون، تعداد نوترون متفاوتشون، پایداری و نیمه عمرشون، درصد فراوانیشون تو طبیعت، خواص فیزیکی وابسته به جرمشون. ایزوتوپا اینا همه با هم فرق میکنه که اینا رو کامل توضیح دادیم. آقا تست یکو بزن. این سوال کنکور 93، ساده ترین سوال تاریخ بشریته تو شیمی. باریکلا. آقا گفته کدومی که از اینا ایزوتوپ همن؟ آ و سی، چون عدد اتمی هاشون یکیه ایزوتوپ همن، میشه گزینه 1. تست 2 ببینم چی کار میکنی. تست 2 رو ببینم چی کار میکنی. بسم الله. صبر کنید الان میاد. آقا این سوال خیلی سوال خیلی سوال قشنگیه. خیلی سوال قشنگیه. گوش کن. بچه‌ها دارن میگن.
بله، خب، بچه ها جواب بچه ها گزینه جواب دو گزینه نیست. دو نیست. جواب گزینه جواب دو نیست. گزینه پس دو نیست. گوش کن پس یاد گوش کن بگیر. یاد بگیر. میگه یون ام منفی دارای داره ان الکترون و ان به اضافه یک نوترونه. به خاطر اینکه گیج نشیم اذیت نشیم، من به جای ان میذارم ایکس. فرض میکنم ایکس تا الکترون داره و ایکس به علاوه یکی هم نوترون داره. چون یه بار منفیه، الکترونش میشه پی به علاوه یک. به جای الکترون میذارم ایکس. ایکس میشه پی به علاوه یک. پی از اینجا میشه ایکس منهای. پس تعداد پروتونش میشه ایکس منهای. این یعنی چی؟ یعنی همون عدد اتمیش. عدد اتمیش خانیم ایکس منهای یک. آقا عدد جرمی چیه؟ مجموع پروتون و نوترونه. پروتونش بود خودش حساب کردیم ایکس منهای یک. نوترون هم خودش داده ایکس به علاوه یک که یک با منهای یک میره میشه دو ایکس. عدد جرمیش دو ایکسه، عدد اتمیش ایکس منهای یکه. پس عنصر ام من عدد اتمیش ایکس منهای یکه، عدد جرمیش دو ایکسه. پس میشه ام دو ایکس ایکس منهای یک. ام دو ایکس ایکس منهای یک. حالا نگاه کن، این عنصر ام منه. ام دو ایکس ایکس منهای یک. آقا میخوام ببینم چند تا از این مواردی که نوشته با این ایزوتوپن در صورت ایزوتوپه که عدد اتمی یکسان عدد جرمی متفاوت باشه. خانوما الان عدد اتمی یکسانه، عدد جرمی هم یکسانه. خودشه. بچه ها خودشه، خودشه، ایزوتوپش نیست. بی که اصلا عدد اتمیش فرق میکنه، سی عدد اتمیش فرق میکنه، دی عدد اتمیش فرق میکنه، سی عدد اتمی یکسان، عدد جرمی متفاوت، اف عدد اتمی یکسان، عدد جرمی متفاوت. یعنی میشه دو تاش، یعنی گزینه سه. خیلی سوال قشنگی بود. این سوال آزمون گاج 3-4 سال پیشه. من یه مدرسه درس میدادم اون موقع که الانم درس میدم، آزمون گاج میدادن، این سوال رو همه رفته بودن غلط زده بودن، همه زده بودن گزینه دو. من اینو گذاشتم تو جزوم. عدد اتمی یکسان، عدد جرمی متفاوت. خود همون ام است. پس دو تا ایزوتوپ داره. حله. بریم سوال بعدی. آقا شباهت ایزوتوپا چیا بود؟ بهت اینا رو همه رو توضیح دادم. خواص شیمیاییشون یکسانه، توی یه مکانن، هم مکانن، عدد اتمی، الکترون پروتون، آرایش الکترونی، طیف نشتی خطی و نماد شیمیایی. تو ایزوتوپا همه اینا یکسانه که کامل اینا رو به توضیح دادم. حالا فراوانی ایزوتوپا منو نگاه کن. برخی از ایزوتوپا فراوانن، برخی کمیابن. آقا یعنی چی؟ یعنی یه سریاشون درصد فراوانیشون بیشتره، یه سریاشون درصد فراوانیشون کمتره. برخی فراوانتر و برخی کمیابترند. حالا اونی که فراوانیش بیشتره، پایداریش بیشتره، نیم عمرش بیشتره. اونی که فراوانیش کمتره، پایداریش کمتره، نیم عمرش هم کمتره. این توضیحات رو همه رو اینجا نوشتم. حالا منو ببین. من میگم درصد فراوانی یه ایزوتوپ رو بخوام تو طبیعت حساب بکنم، تعداد اون ایزوتوپ ها رو به تعداد کل ایزوتوپ هایی که اون عنصر داره تقسیم میکنم و چون درصد میخوام آخر سر ضرب در صد میکنم.
و چون درصد میخوام آخر سر ضرب در صد میکنم. بریم اسلاید بعدی، این شکل رو نگاه کن. این شکل شکل کتاب درسیه. آقا لیتیوم دو تا ایزوتوپ داره، یکی لیتیوم 6 3، یکی لیتیوم 7 3. لیتیوم 6 اونیه که دورش آبی کشیده شده، لیتیوم 7 اونیه که دورش چیزی کشیده نشده. اگه دقت بکنی کل این ایزوتوپا 5 10 تاست، یعنی کل ایزوتوپا 50 تاست. آقا 50 عدد ایزوتوپ داریم که از این 50 عدد 3 عدد لیتیوم 6 و 47 عدد لیتیوم 7. 3 عدد لیتیوم 6، 47 عدد لیتیوم 7. اگه بخوام درصد فراوانی لیتیوم 6 رو حساب بکنم، میگم 3 تا از چند تا؟ از 50 تا. چون درصد میخواد ضرب در صدم میکنم، شده 6 درصد. 3 تا از 50 تا لیتیوم 6 و 47 تا از 50 تا لیتیوم 7، که اینم حساب کردم شد 94 درصد. باید حفظ باشم که لیتیوم 6 6 درصد و لیتیوم 7 94 درصد لیتیومای توی طبیعته. لیتیوم 6 6 درصد، لیتیوم 7 94 درصد لیتیومای تو طبیعته. اگه لیتیومو در نظر بگیریم و اون خونه ای که تو جدول تناوبی رو مشخص کرده و فلش کشیده بهش لیتیوم، نگاه میکنیم ببینیم هم لیتیوم 6 هم لیتیوم 7 دقیقا یه خونه جدول رو اشغال کرده، پس میتونیم بگیم لیتیوم ها هم مکانن، مکاناشون توی جدول یکیه. یعنی اونجایی که لیتیوم 6ه دقیقا همونجا هم لیتیوم 7ه. پس اگه بخوام درصد فراوانی ایزوتوپیو تو کل یه مخلوط حساب بکنم، جرم اون مخلوط رو به جرم کل تقسیم میکنم، ضرب در صد میکنم. جرم اون مخلوط رو به جرم کل تقسیم میکنم، ضرب در صد میکنم. بله خب، حالا اینجا چی نوشتم؟ اینجا نوشتم آقا خواستی درصد فراوانی حساب بکنی، یکی که حساب کردی شد 6 درصد، به راحتی میتونی 100 از 6 کم بکنی و یکی راحت بشه 94 درصد. 100 منهای 6 میشه 94. اون ایزوتوپی که درصد فراوانیش بیشتره پایدارتره، ماندگارتره، طول عمرش بیشتره. بله حالا بریم سراغ مسائل نیمه عمر. آقا نیمه عمر چیه؟ بچه نیمه عمر مدت زمانیه که نصف جرم یه رادیویزوتوپ متلاشی میشه و اون رادیویزوتوپ به نصف مقدار اولیه خودش میرسه. مثلا یه رادیویزوتوپ دارم 100 گرمه، نیمه عمرش مثلا 3 روزه، 3 روز بعد میشه 50 گرم، 3 روز بعد میشه 25 گرم، 3 روز بعد میشه 12.5 گرم، 3 روز بعد میشه 6.25 گرم و به همین صورت هی مقدارش نصف میشه، ولی هیچ وقت این مقدار به صفر نمیرسه. اگه بخوام یه نمودار بکشم، نمودار مقدار ماده بر اساس زمان، یه همچین نموداری میتونم بکشم. این مقدار داره کم میشه ولی هیچ وقت به صفر نمیرسه، چون هر چیزی رو تا ابد و در تو میتونی نصف بکنی. هیچ وقت این مقدار به صفر نمیرسه. حالا اگه بخوام مسائل نیمه عمر رو حل بکنم، به دو روش میتونم حل بکنم. یه روش به وسیله این فرمولایی که اینجا واسط نوشتم، یه روشم به روش خودمه، جفتشو بهت یاد میدم. آقا اگه بخوایم به روش این فرمولا حل بکنیم، تعداد نیمه عمرا رو اگه بخوایم حساب بکنیم
باید زمان کل رو به زمان نیمه عمر تقسیم بکنیم. باید زمان کل رو به زمان نیمه عمر تقسیم بکنیم. حالا زمان نیمه عمر رو با تی بزرگ نشون میدیم. پس اگه من زمان کل رو به زمان نیمه عمر تقسیم بکنم، تعداد نیمه عمر رو به دست میاد و مقدار اون ماده پس از چندین نیمه عمری که حالا سوال گفته میشه مقدار اولیش ضرب در یک دوم به توان n. و این که میدونیم جرم متلاشی شده و جرم باقی مونده میشه جرم اولیه. این کل روابطش. به دو روش بهت یاد میدم، یکی با این فرمولا که باید حفظ باشی، یکی هم به روش خودم. حالا نگاه کن، تست یک، سوال قلمچی 95 میگه 100 گرم یه رادیو ایزوتوپ داریم، نیمه عمرش 2 ساله. آقا یعنی تیه بزرگ 2 ساله، 100 گرم هم مقدار اولیه است. مقدار اولیه رو با ام صفر نشون میدیم. پس از گذشته چند سال مقدار نهاییش میشه 12.5 گرم، مقدار اولیهش 100 گرم شده 12.5 گرم. من میگم میذارم تو این فرموله، ام میشه ام صفر در یک دوم به توان ان، امش چقدره؟ 12.5. ام صفرش 100، یک دوم به توان ان. از اینجا 12.5 به 100 میشه یک دوم به توان ان. 12.5 و 100 به 12.5 ساده میشن، 100 میشه 8، 8 دو به توان 3، پس این میشه یک دوم به توان 3. یک دوم به توان 3 با یک دوم به توان n برابره، پس از اینجا n میشه 3. آقا اگه n بشه 3، میگم n هست دلتا t به t، دلتا t میشه n ضرب در t بزرگ، nش 3، tش هم که 2 ساله، 3 دوتا هم میشه 6 سال، یعنی گزینه 4. آقا ملکشه روش خودت چیه؟ خودت اینا رو چجوری حل میکنی؟ من خودم اینا رو یه جور دیگه حل میکنم. این روش اول با استفاده از فرمول. روش دوم چیه؟ روش نصف کردن. چند بار باید نصف کنیم؟ آقا میگم 100 گرمه 2 سال بعد میشه 50 گرم، 2 سال بعد میشه 25 گرم، 2 سال بعد میشه 12.5 گرم. آقا چند تا 2 سال رفتیم؟ 1 2 سال، 2 تا 2 سال، 3 تا 2 سال، یعنی 6 سال، یعنی گزینه 4. زمان کل من میشه 6 سال. بله، همه یاد گرفتین؟ خب بسیار خوب، بسیار خوب. آقا یه تست دیگه میگه نیمه عمره یه رادیو ایزوتوپی برابر 8 روزه. خانوما نیمه عمرش 8 روزه، 320,000 تا هسته در اثر نتیجه نشت این ماده از راکتور هسته‌ای تو طبیعت پخش شده. پس از 40 روز چند تا اتم باقی میمونه؟ بچه ها نیمه عمرش 8 روزه، میگه پس از 40 روز، میگم n میشه دلتا t به t، میشه 40 به 8، میشه 5. آقا 5 بار باید اینو نصف بکنم. حالا میذارم تو فرموله، m هست m صفر در یک دوم به توان n، mش هست 320,000، ام صفرش 320,000
در یک دوم به توان 5 میشه ام. از اینجا ام میشه 320,000 تقسیم بر 2 به توان 5 که 32 32 با 32 ساده میشه، میشه 10,000. یعنی گزینه 1، یعنی گزینه 1. بله آقا، روش خودت چی؟ این روش اول. روش دوممون چیه؟ خانم‌ها قشنگ گوش کنید، من میگم نیم عمرش مگه 8 روز نیست؟ مگه 40 روز کلش نیست؟ خب 8 5 تا میشه 40 تا دیگه، 5 بار باید نصف بکنم. دفعه اول نصف میکنم میشه 160,000، دوم 80,000، سوم 40,000، چهارم 20,000، پنجم 10,000، بازم میشه گزینه چند؟ 1. بله همه گرفتین؟ خب ایول بریم اسلاید بعدی. بچه ها زنگ خورده میگن، یه رو درست میگن، یه رو استراحت کنیم برگردیم. خسته نباشید فعلا.